همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام، بفرمایید. حالتون خوبه؟ متشکرم. من نمیدونم، واقعا خوشحال هستم با اتون صحبت میکنم، نمیدونم هم از کجا شروع کنم. واقعیت آخه راجبه چی هست؟ من با همسرم یه مقدار مشکلاتی اخیرم پیدا کردیم و میخواستم راجع به اون صحبت بکنم. خب بس، بنابراین میدونیم از کجا باید شروع کردن. صبر کنید، هر دو چند سالتونه؟ من 55، همسرم 57. چه مدتی است ازدواج کردی؟ حدوداً 31 سال. به من بفرمایید فرزند چی دارید، چند ساله؟ یه دختر دارم 26 سالشه. چرا فقط یه دونه؟ والا یه موقعی که من میخواستم به اصطلاح بعد از اینکه به اصطلاح دخترم به دنیا اومد میخواستم بچه داشتم، دیگه نشد اون موقعی که میخواستم. و نه، من متوجه هستم. من فقط خواستم از کجا تلفن میکنی؟ از آمریکا. چه مدت از امریکا هستی؟ حدودم 25 سال هستش. اوکی، پس دخترتون در ایران متولد شده، آوردیتش اینجا؟ بله بله هر بله. دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ الو، برخی از اوقات این تلفن ها نمیدونم به جهاتی الو الو، قطع شدید. به من بفرم، شما خودتون کار میکنین، خانه دارید، چه هست؟ من کار میکنم، مهندس هستم، مهندس الکترونیک هستم، همسر من پزشک هستش. بسیار عالی. به من بفرمایید از اعضای خانواده و فامیل نزدیک درجه یک یا دور شما و همسرتون کسی در امریکا هست یا کنار شما هستن؟ بله، من بس پدر مادر همسرم اینجا هستن، یه مدتی هستش، حدود چندین سال. من چند تا از کازنام هستن و خودم هم یه برادر دارم توی ایران، یه خواهر برادر هستیم، همسرم هم یه برادر دیگه و یه خواهر دیگه داره تو ایران هستن. اون وقت شما هر دو فرزند چندم هست تاری که مطرح فرمودید؟ اول هر دو اول. اوکی، شما از دوتایشون از ستا؟ ببخشید، شما از دو تا فرزند اولید و ایشون بله از سه تا بله فرزند. اوکی، بسیار خوب. بله حالا موضوع و موارد اشکال و اختلاف بعد از 31 سال یا اخیراً در چه زمینه پیدا شده؟ والا اشکال این هستش که نمیدونم، که ما نمیدونم حساس شدیم، هر چیزی باعث مثلا ناراحتی میشه. من نمیدونم این ابسسیو شده در من و اون، یا اینکه واقعا مسئله هستش، و به خاطر همین زنگ زدم که ازتون بپرسم. و مسئله این هستش که مثلا من احساسم این هستش که اون با من مثل یه به اصطلاح بچه، نه اینکه بچه، من میگم من فکر میکنم مثل بچه، ولی اون خودش اینطور فکر نمیکنه. ولی من احساس میکنم مثلا وقتی حتی یک چیزای ساده هم که میخوایم صحبت کنیم، با طرز صحبتش با مثلا تحکم هست و این منو اذیت میکنه. این یه مسئله هستش. دومین مسئله سر به اصطلاح پدر مادر همسرم هست. ما خیلی یعنی رابطه خوبی داریم ظاهرا، یعنی هیچ وقت نه با خود اونها مشکلی پیش ایجاد شده. پدر مادر من خیلی اونا رو دوست دارن، خیلی رابطه خوبی دارن، ولی از اینکه من همسرم خیلی نسبت به اونا حساس هست، این منو در طی سالها الان به اونها حساس کرده، ولی خودم با اونا مشکلی ندارم. خب آخه بخصوری که حساس هست یعنی چی عزیز؟ همسرتون مثلا نسبت به حساس؟ مثلا مثالش این هستش که یه چیز خیلی ساده که ممکنه من احساس میکنم تو خیلی خانواده ها مسئله نباشه، برای مثلا ما مسئله است. فرض کنید که من مثلا اون موقع خیلی سال پیش یه بار که اینجا بودم، من به همسرم میخواستیم که بریم بیرون، پدرش میخواستم بیان، من به خود همسرم گفتم که کاش مثلا پدرت بیاد مثلا همون میکردش که مثلا مرتب میرفتیم. این یه مسئله دعوا شد که چرا تو به پدر من گفتی، که حالا من به خودشون هم نگفته بودم، به همسرم گفته بودم، که چرا گفتی که این همون کنه. یعنی هر چیز کوچیکی که به هر نحوی در رابطه با اونها میشه،
یعنی من هر چیزی رو که فکر کنم که احساس میکنم که میگم من چیز خاصی ندارم، ولی ممکنه از مادرم هم سر یه مسئله ناراحت بشم، ولی اگه یه همچین چیزی رو به همسرم بگم به هیچ عنوان قبول نمیکنه و اون یه موضوع دعوا میشه. بعد شروع میشه تو اصلا اینطوری هستی، تو عقده‌ای هستی، تو اصلا محبت ندیدی چی فلان، و این یه مسئله شده که من در طی سالها به این مسئله حساس شدم و الان به حالت اکسسیو شده فکر میکنم در خودم. ببینید و عزیز، بذارم مورد اول رو، اگر حرف شما این بود که من فکر کردم که پدر تو به جایی که میخوایم بریم برای اینکه خودش ما همه احساس خوبی بکنیم بهتره حمامی بگیره، لباسی عوض کنه، چیزی، و منم چون دیدم این رو به تو گفتم که اگر صلاح میدونی و میشه کاری کرد در مورد پدرت انجام بدی، چرا به ایشون اینقدر بر میخوره؟ میدونم جواب ندارید، خود ایشون با توضیح بدن چرا برایشون این موضوع مهمه. کلن هر جور چیزی که احساس کنن یه مقدار مثلا پایین میاره پدر مادرشو، یا مثلا بهشون توهین میشه حتی در غیابشون. این مسئله، مثلا یه مسئله دیگه این بودش که ما پدر مادر همسرم یه خونه ای رو میخواستن تو ایران بگیرن، به حساب اون اندازه هزینه نداشتن که بکنن. خب یه هزینه خیلی بالایی همسر من فرستاد، و وقتی که مثلا سر خریدن خونه من به همسرم همینطوری گفتم که با خودم نشست گفتم خب حالا مثلا یه خونه ارزونتر رو بخرن توی ایران، مثلا همسرم خیلی ناراحت شد، گفت این آخرین باریه که این حرف رو میزنی، دیگه حرف اینو نزن، من هر کاری بخوام میکنم، هر چقدر پول بخوام میفرستم. من با اون چیزش مسئله ندارم، ولی از این که اینجور برخورد میکنه و نه متوجه هستم عزیز. آخه شما ببینید عزیز، برخی از اوقات چند تا نگاه اینجاست. یکی این که من از تو برترم، دو ما فامیل از شما برتریم، سه من مردم و تعیین کننده و تصمیم گیرنده ام، یا مثلا درآمد بیشتر از آن منه، چهار من عقلم و آگاهیم بیشتر و بهتر از توه، پنج تو حرفای بی خودی و نامربوط میزنی ولی من آدم واقع بین عاقل معقول منطقی هستم. خیلی از اوقات این، و بعدم ماجرای این که پدر و مادر من باید عزیز باشند و هر کسی که کوچکترین حرفی بزنه که بوی منفی و بد داشته باشه من کاملا دفاع میکنم و حمله میکنم. خب اگر این ویژگی روانی ایشون هست که بر اساس حرفای شما شاید باشه، من نمیدونم، شاید باشه، خب مسئله تیپ شخصیتی است در مقابل تیپ شخصیتی شما، و در نتیجه یه گرفتاری است، مثل اینکه کسی زبان بلد اون یکی بلد نیست، و در نتیجه تقریبا همه این اشکالات و اختلافات هم از اینجا میاد، هم به هر حال ایشون یه حرفی برای گفتن داره و بعد برای تحمیل کردن، و شما در مقابلش حالا که با هم بودید یه راه که بیشتر ندارید با اون اینکه مواظب باشید وارد اون هیته نشید که دردسر نشه، چون فرقی نمیکنه و فایده ای نداره. یعنی فرض کنید شما که میدانستید اگر بگید خونه ارزون تر هم برای خوبه میتونن بخرن، ولی ایشون بلافاصله حتی نه تنها این رو نمیپذیره، لجن میکنه که شاید اصلا باید برن خونه بزرگتر بخرن. حالا یه سوال دارم، پدر مادر خونه رو میخریدن برن توی زندگی کنن یا برای سرمایه گذاری بود؟ نه برای زندگی بودش، برای اونا زندگی که اینجا بود. هستن اونا که اینجا بل. هستن، خب اینجا الان، خب بالاخره خب همین مسئله هستش که مثلا اینجا ما یه آپارتمان گرفتیم، اونجا هستن و میگم این خب خیلی این مسئله که مثلا اگر که نه آخه تو خب 5 سال چند سال ایرانن چند سال اینجا؟ نه قبلا می اومدن هر 6 ماه، الان اینجا هستن کلا. خب من متوجه هستم، آخه اون خونه رو نببین، یه زمانی هست که آدم ها میخوان برن خونه توش بشینن، حالا قیمت گرونتر میتونه توجیهی داشته، یه زمانی برای سرمایه گذاری یا اجاره است ماجرا خیلی فرق میکنه. من میخوام ببینم اون موقع خونه تصمیم نداشتن، این جریان مثلا شاید حدودا 8-9 سال پیش که تصمیم نداشتن اینجا بیان، الان به خاطر شرایطی اینجا هستن. اوکی. حالا شما چرا 5 تا 10 تا حادثه از این قبیل رو
که کاملا اگر این گونه هست بهتون حق میدم، مبنا قرار میدید برای که احساس بدی بکنید و در حقیقت این تناب یا دقیقا بند رابطه رو نمیدونم ببرید. همین مسئله هستش، یعنی دقیقا با وجود اینکه من میتونم یعنی اون لحظه نمیتونم، یعنی فکر میکنم باید اون حرف رو بزنم. و ببینین آخه مثلا مسئله دیگه هم هستش، بس من یه چیز دیگه ای که هستش، من میدونم من همسرم مهربونه در ذاتش، منم دوست داره و زندگیش هم خیلی دوست داره، ولی این حرف زدن برای من خیلی مهمه. مثلا فرض کنید که خواهشون بلد نیست. آقا ببینید عزیز، من ده ها بار آدم ها حتی خواستن از من تعریف کنن، من ناراحت شدم، احساس کردم تعریفشون به جای تعریف رازه خراب کردم. نیتشون هم همین بود، هدفشون هم همین بود، تعریف هم میکرد. آخه شما ملاک که نمیتونید باشید که بگید من میخوام پاسخ یا رفتار ایشون چنین یا چنان باشه. خب اون واقعی نیست، برای که ایشون با شما بسیار متحد. شما ببینید نوع تحصیلاتتون، رشته تحصیلی و کارتون جهان رو براتون دو گونه متفاوت میکنه. تازه ماجرای زن و مردی هم هست، تازه پزشکان یه حالت شبه خدایی هم دارند. دقیقا اینطوریه. مثلا فرض کنید که من یه نمونه بگم، من توی آفیس کار میکردم که ایشون کار میکنه، به خاطر اینکه من پدر مادرم اینجا هستم، من رفته بودم یه روز اونجا کار میکردم و ایشون مثلا خواب بودن و من اومدم کار کنم. یک دفعه اومد و گفت مثلا با همین حالت، چرا اینجا بودی؟ از اینجا پاشو، من میخوام کارام بکنم و اینو، با یه حالت چیز تحکم. ولی خودشون اینو نمیبینن. وقتی که میگم که این، بعد منم خب لج میکنم، میگم که خب الان پا میشم، یه دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه، چهار دقیقه. بعد اون حالت رو دوستم. وقتی هم که بهش میگم که من چیزی نگفتم، من خیلی عادی گفتم که اگه میشه از اینجا پاشو، من میخوام کارام بکنم. یعنی آره، همین خب. چیز ببین عزیز، آقا شما یه آدابی در گفتگو میخواید که ایشون اون آداب رو رعایت کنه. این ماجرا تفاوت میان پسر و دختر هم هست عزیز. یعنی شما اگر یه جمع پسرها رو جمع کنید، اون حرفایی که با هم میذارن ابدا اون حرفایی نیست که دختر خانم ها دور هم جمع میشن بزن، در حالی که اینا همه خواهر برادر هستن. حتی تو خونه با عنوان خواهر برادر ممکنه بگن، ولی اون محیطه. یعنی من ببینید، روزی که تو زندگیتون شما انتظار و توقع دارید از پا در میاد. و بعدم شما اینا رو هیچ کس انتظار نه، فقط به خودشم بودم، فقط از همسرم، نه از بچه‌ام، نه از کسی خب دیگه. از منم تنها انتظارم از دولت امریکاست. نه اون که حق بازی هم. معلوم شما خواستید از کی توقع داشته باشید؟ مثلا از همسایه یا خواربار فروش سر محل؟